جدیدترین های نظامی جهان را در هاشی نیوز ببینید. رکورد منحصر به فرد سپاه در میان ارتش‌های مهم جهان، ایران چهارمین کشور دارای کروز هوابرد با برد 1500 کیلومتر. با عملیاتی شدن موشک کروز هواپرتاب جدید که از جنگنده سوخو 22 شلیک می شود، سپاه در این زمینه بالاتر از کشورهای صاحب فناوری و مهم نظامی در دنیا همچون انگلیس، فرانسه و هند خواهد رسید. موشک‌های کروز از جمله سلاح‌های استراتژیک در زرادخانه هر نیروی نظامی به حساب می‌آیند و تکنولوژی‌های مربوط به توسعه آنها تنها در اختیار کشورهای معدودی قرار دارد. این سلاح بر اساس موارد مختلفی مثل پلتفرم پرتاب، نوع سر جنگی، میزان سرعت و نوع مأموریت یا برد مورد دسته‌بندی قرار می‌گیرند. موشک‌های کروز در مدل‌های پرتاب شونده از پرتابگرهای زمینی و دریایی دارای یک شتاب دهنده مرحله اول هستند که موشک را به ارتفاع مورد نظر رسانده و سپس موتور اصلی آن فعال می شود. اما در گونه های هوا پرتاب این شتاب دهنده نیاز نیست، چرا که موشک به ارتفاع بالا حمل و سپس رها می گردد. کشورهای کمی در حال حاضر می توانند موشک های کروز هوا پرتاب بسازند و در بخش موشک های کروز هوا پرتاب برد بلند این تعداد از انگشتان یک دست نیز کمتر می شود. ارتش آمریکا در این بخش دارای موشک کروز AGM-86 است که از دهه 1980 میلادی وارد خدمت نیروی هوایی این کشور و تا به امروز چندین مدل آن تحویل شده است. این موشک دارای برد بیشینه 2400 کیلومتر بوده و میتواند هم به سر جنگی اتمی و هم به سر جنگی متعارف مجهز شود. AGM-86 صرفاً توسط بمب افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا حمل میشود. کشور روسیه به عنوان میراثدار بزرگ اتحاد شوروی سابق، دیگر دارنده موشک‌های کروز هواپرتاب برد بلند در جهان به شمار می‌آید. روسیه در ابتدا موشک‌های سری خا-55 را از اتحاد شوروی سابق به ارث برد و سپس به توسعه موشک‌های خا-101 و 102 به عنوان جایگزین‌های آن در سال‌های اخیر پرداخت. سری موشک‌های خا-55 بین 2500 تا 3000 کیلومتر برد دارند و در سری موشک‌های کروز خا-101 و 102 گزارش های مختلفی از برد این موشک ها بین 2 الی 5000 کیلومتر نیز مخابره شده است. این موشک ها نیز توان مسلح شدن به سر جنگی متعارف را دارند. چینی ها از جمله دیگر کشورهای صاحب این فناوری به حساب می آیند. سری موشک های CJ-10 ساخت چین هم از پرتابگرهای زمینی و هم از بمب افکن های H6 ساخت چین حمل و پرتاب می شود. این موشک در مدل هوا پرتاب بردی در حدود 1500 کیلومتر دارد و می تواند به سر جنگی اتمی یا متعارف نیز مجهز شود. ایران وارد یک باشگاه بسیار خاص می شود. در بحث موشک‌های کروز حمله به اهداف زمینی، پیش از این در کشور ما دو موشک کروز یا علی با برد حدود 700 کیلومتر و موشک کروز سومار با برد حدود 2000 کیلومتر رونمایی شده بودند، اما هر دوی این موشک‌ها از گونه زمین پرتاب بودند و به کمک یک شتاب دهنده به ارتفاع مورد نظر پروازی خود می‌رسند که در نوع خود نیز تکنولوژی و ابزار دفاعی بسیار کارآمد و مهمی برای نیروهای مسلح کشورمان به ویژه سپاه پاسداران محسوب می شود. اما در این حال طرح به کارگیری موشک کروز با برد 1500 کیلومتر که قابل نصب روی هواپیمای سوخو 22 هستند برای اولین بار در بازدید سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از پایگاه هوایی شیراز و در مراسم رونمایی از 10 دستگاه هواپیمای سوخو 22 بهینه شده و ارتقا یافته این نیرو مطرح شد که بازتاب‌های فراوانی نیز در فضای رسانه‌ای و نظامی جهان داشت. سپاه پاسداران همچنین درباره بحث نحوه ناوبری و هدایت این موشک نیز این گونه گفته که این موشک از سامانه های INS, GPS, GLONASS, TERCOM
و DSMAC استفاده می کند. سامانه INS که سیستم هدایت اینرسیایی بوده و دو سیستم بعدی اشاره شده نیز مربوط به ماهواره های مکانیابی جهانی هستند. سامانه های ترکام و DSMAC نیز در حقیقت از یک خانواده به حساب آمده و بر اساس تطابق تصاویر تهیه شده از مسیر مورد نظر با کامپیوتر داخل موشک به جهتیابی و یافتن مسیر صحیح کمک می کند. که این سیستم های ناوری به طور معمول در اکثر موشک های کروز هواپرتاب در دنیا از جمله مدل های اشاره شده در بالا نیز به کار می رود. هواپیمای سوخو 22 به عنوان یک پرنده ضربتی با سابقه اما همچنان کارآمد به نظر حداقل میتواند یک تیر از این موشک ها را در هر پرواز حمل کرده و بدون نگرانی از وارد شدن به حریم گشتی های هوایی یا سامانه های پدافند هوایی دشمن اقدام به شلیک موشک مورد نظر کند. هنوز تصویر یا جزئیات بیشتری از این موشک کروز هواپرتاب منتشر نشده، اما با توجه به اعلام آن توسط فرماندهان ارشد سپاه به نظر میرسد کارهای مربوط به تست آن در حال انجام بوده و به زودی شاهد رونمایی از جدیدترین سلاح هواپرتاب ساخت ایران خواهیم بود. با ورود به خدمت این موشک به زنجیره موشکی کشورمان، جمهوری اسلامی ایران تبدیل به چهارمین کشور جهان با توانایی تولید موشک‌های کروز هواپرتاب با برد بیش از 1000 کیلومتر می‌شود که تأثیر بسیار بالایی بر روی توانایی بازدارندگی کشور داشته و سپاه در این زمینه بالاتر از کشورهای صاحب فناوری و مهم نظامی در دنیا همچون انگلیس، فرانسه و هند خواهد ایستاد.